به خداوند بخشنده و مهربان با با تقدیم سلام به یک از دیگر از ویدیو چینل جنرال پلاس خوش آمدید مسلم شیرزاد در صفحه رسمی فیسبوک از چنین نگاشته است تازه باشندگان شهرک گلستان جمع شده و میگویند که شهرک بدنام شد این مقام حکومتی هنوز هم در آپارتمان دروازه را بالایش قلف کرده یا بیرون شده به مردم پاسخ بگوید و یا رفته به نرخ شاروالی این در حال است که نظیفه نوری در صفحه رسمی فیسبوک چونی نگاشته است آی ملت کسی که در روز محرم غرق نشه شراب با چنین یک دختر جوان به آبرو به معیشت بیرون می شود آیا سوی تفاهم پنداشته می شود یا مطابق قانون اسلامی جزا داده می شود پلیس این قضیه را پنهان نموده است اما مردم عزیزم شما پنهان نکنید نظیفه نوری دولت جدید و توقف در اسکای قبلی علی موسوی خبرگزاری افاق پیش سی ما از سه ماه از امضای توافق سیاسی میان اشرف و عبدالله عبدالله به عنوان نامزد وزیرهای مدعی پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری مگذرد اما تا اکنون کابینه دولت جدید تشکیل و به پارلمان معرفی نشده و ترکیب شورای مصالحه ملی هم به تازگی مشخص گردیده است تنها کار که در این مدت انجام شده معرفی چند سرپرست جدید برای وزارتخانههایی است که سالها بدون وزیر بودند و توسط سرپرستها اداره می شدند تغییر و تبدیل والی های برخ ولایت نیز از دیگر اقدامات است که هرگه انجام داده است گرچه به نظر می رسد که در همین حد هم هیچ چشم انداز از تغییر و تحول به چشم نمی خورد. زیرا والی های منصوب شده همان تیره های تکراری های سالهای گذشته هستند که هیچ کارنامه قابل دفاعی در عصر مدیریت و دولتداری ندارند برخی آنها حتی متهم به فساد و قومگرایی و سوء استفاده از قدرت هم هستند این وضعیت سبب شده تا این تصور به وجود بیاید که دولت مسلط از نم بحران بزرگ مدیریت رنگ میبرد و آشفتگی و حرج و مرج و بیبرنامگی تنها شاخه ای است که به وضع قابل مشاهده است به عنوان نمونه کسی که به عنوان والی بادغیز منصوب شده بود و به دلیل اعتراضات مردم آن ولایت نتوانست به با بادغیز برود یک هفته بعد فرمانده پلیس کابل شد نمونه دیگر والی پیشین بغلان است که تنها دو ماه بعد از انتصاب به آن سمت به ولایت فرا فرستاده شد زیالها امرخیل به حیث والی ننگرهار نیز از دیگر اقدامات بحث فرنگیز است که با توجه به حکم سنگین انتقادات و اتهاماتی که علی او درباره عملکردش در انتخابات ریاست جمهوری پیش وجود دارد انتظار نمی رفت دولت جدید که به شدت تظاهر به مبارزه جدی با فساد می کند نگاران افکار عمومی را نادیده بگیرد و با تکیه بر لابگرایی های قومی آقای امرخیل را به این والی والی منصوب کند نکته دیگری که به نگرانی ها در باره بروز اختلاف و آغاز مرحله تازه جنگ قدرت میان اشرف و عبدالله عبدالله دامن میزند انتصاب والی یا وزیر در هایی است که تصور می شود سیاسی آقای عبدالله باشد در این زمینه آقای غنی حتی برای ولایت های والیان متحد خود را منصوب کرده که بیشتر در جریان تنشهای پس از انتخابات هر دو نامزد مدعی پیروزی به عنوان رئیس جمهور سوگند خورده بودند آقای عبدالله برای آنها والی گماشته بود این رویدادها در کنار اطلاعات و ادعاهای برخی منابع دیگر حاکی از آن است که قطار قدرت دولت جدید همچنان در دستگاه پیشین متوقف مانده و تنش و تقابل و جنگ بر سهمیه میان دو قطب تشکیل داده شده از دولت پیشین به دولت جدید منتقل شده است منابع نزدیک برگ ریاست جمهوری عبدالله رئیس شورای عالی مصلحه ملی را متهم می کنند که هنوز قادر به معرفی نامزد وزیرانی که خود برای احضار کرسی های کابینه نشده و به گفته آنها دلیلی این امر اختلاف جناهای سیاسی و قومی حامی آقای عبدالله بر سر کرسی آیا ها شده است در مقابل اما نزدیکان آقای عبدالله معتقدند که اگر ریاست جمهوری باید به همه مفاد توافق سیاسی به طور کامل پابند باشد و عمل کند تا بار دیگر شاید تگراد تجربه ناکام و شرماور حکومت گذشته نباشیم در این میان واقعیت ها هرچی باشد آنچی در عمل رخ داده این است که رقم گذشته سه ما از امضای توافق سیاسی هنوز کابینه جدید تشکیل نشده است. این نشان می دهد که بحران عمیق و جدیدی در عالی ترین سطح حکومتداری در افغانستان جریان دارد ناظران هشدار می دهند که این وضعیت بحرانی در آستانه آغاز مذاکرات صلح با طالبان موقف سیاسی و اقتدار اعتبار صلاحیت و مشروعیت دولت را تضعیف می کند و از حمایت های ملی از مواضع آن در زمینه صلح با طالبان به نحو غیرقابل ترمیم خواهد کاست وزارت داخله طالبان تا یک هفته شست هف غیر نظامی را کشتند. وزارت امور داخله اعلام کرد که در یک هفته گذشته در نتیجه فعالیت های طالبان 67 غیرنظامی غیر نظامی کشته و یک نفر دیگر زخمی شدند. تاره قاریان سخنگوی وزارت امور داخله میگوید که این شمار از غیر نظامیان در 446 حمله و تحرک طالبان کشته و زخمی شدند. به گفته آریان پیشترین تلفات به غیر نظامیان در ولایت بلخ وارد شده است طالبان در جریان هفته گذشته در مرکز ولسوالی بلخ با موتر بم گذاری شده بر یک مرکز نیروهای ارتش حمله کردند که در این حمله چهار نفر به شمول غیر نظامیان کشته و حدود پنجا نفر دیگر زخمی شدند طالبان تا اکنون در این زمینه چیز نگفتند اما این گروه در گذشته همواره تلفات غیر نظامیان در حملاتشان را تکذیب کردند وزارت داخله رفتا آمار از تلفات غیر نظامیان در حملات طالبان منتشر می کند اما این گروه آمار منتشر شده را مردود می دانند و در عین حال ادعا می کنند که در عملیات با حملات های هوایی نیروهای دولتی به غیر نظامیان تلفات وارد می شود افغانستان ملیگرایی و مذهب همین چاپ خبرگزاری افاق عموم جامعه شناسان اعتقاد دارند که افغانستان فاقد شاخص های لازم برای شکل گیری یک ملت است بدبینی های مانند جوی بایدن ماون ما پیشین براک اوباما و از نامزد های اصلی انتخابات ریاست جمهوری امریکا حتی باور دارند که تلاش برای ملت در افغانستان بیهوده است و هرگز به سرانجامی نمی رسد. این نامید کننده اما واقعی واقعی از زیرا در کشوری که میار و میزان کنش ها و واکنش های همه قومی است و حتی مناسب های مهم مذهبی نیست. بر بنیاد همین میار مورد ارزبی قرار می گیرد و بر سندیده ای در میآید که نمیتوان ادعا کرد که ملت هم بسته و وجود دارد. یک نمونه روشن آن ایام ازاداری های ده اول محرم است که از دید بسیاری از مردم افغانستان شیعهان است و شیعهان نیز از سوی مخالفانشان به وابستگی به ایران متهم می شوند در مقابل شیعهان هم از اهل سنت را و پیروی از عربستان متهم می بدیهی است که پس از پیروزی انقلاب ایران و به آن شکلگیری دو قطب مذهبی در خواهر میانه از درگیری و جنگی مرگبار پیشین می باشد سپاس که تا با ما بودید برای ویدیوهای بیشتر چینل ما را سابسکرایب نمایید